سلام به شما دوستان عزیز و گرامی امیدوارم خوب و سالم و سرحال باشید با همدیگه دوره کتاب 504 را شروع کنیم درس به درس با همدیگه جلو میریم از روش و ICS استفاده کنیم و تلاش کنیم که از طریق داستان لغات 504 که لغات بسیار سختی هست رو به خاطر بسماریم پس با درس اول با من همراه باشید من جعفر مدنی هستم به شما کمک می‌کنم به روش ICS بتونید لغات سخت زبان انگلیسی رو از طریق داستان به خاطر بسپارید و دیگه اون رو فراموش نکنید اگه فکر میکنی ویدیو به شما کمک میکنه که توی بحث یادگیری لغات زبان انگلیسی پیشرفت کنید کانال ما رو سابسکرایب بکنید و از ما حمایت بکنید تا بتونید ویدیوهای بهتری رو برای شما آماده بکنیم خب با هم شروع می کنیم درس اول کتاب 504 My brother the gentleman برادرم اون مرد محترم جنتلمن معمولا به نجیب زاده ها میگن جنتلمن چون از ریشه جنت میاد پس برادرم اون مرد محترم The story of Sir Walter Raleigh داستان در مورد شخصی به نام سر Walter رالی داست پس این داستان در مورد سر Walter رالیه Whose is clock که شنلش رو یعنی شنل His کلاک شنلش رو spread میکنه پنه میکنه on the ground روی زمین To keep Queen Elizabeth تا که جلوگیری بکنه که کوین الیزابت، یعنی ملکه الیزابت، چی بشه؟ Queen Elizabeth from the hardship of crossing a muddy puddle جلوگیری میکنه از اینکه به سختی بیفته اون ملکه الیزابت به سختی بیفته به خاطر کراسینگ رد شدن از اون مادی پادل گودال گلالود مادی پادل مادی میشه گلالود پادل هم گودال گودال گلالود. گلالود بتونه رد بشه can qualify شایسته میکنه اون رو شایسته میکنه اون شخص رو that من اون مرد شریف رو for an award for, برای یک پاداشی از a man of tact and good breeding برای یک یک پاداشی برای اون مرد of tact به خاطر اون تدبیری که داشته and good breeding و رفتار و تربیت خانوادی خوبی که داشته جمله بلندیه ولی میتونیم با به این شکل ما بتونیم اون رو توضیحش بدیم به راحتی لغاتش رو به خاطر میسپریم پس ماجرا در باره سروارت رالیه کسی که سپرید پهن میکنه هیز کلاک چنلش رو آندیگران روی زمین که تو کیپ جلوگیری بکنه کوین الیزابت ملکه الیزابت رو از هارچیب از به سختی افتادن برای کراسینگ مادی پدر برای عبور کردن از اون مادی پادل از این گودال گلالود و این کار میتونه کوالیفای میتونه اون مرد شریف رو شایسته اون نوبلمن رو اون مرد شریف شایسته یک اوارد یک پاداش بکنه به خاطر اون تکت به خاطر اون تدبیر و درایت و دوراندیشی که داشته و اون گود بریدینگ اون تربیت خانوادگی خوبی که داره My brother Kenny, برادرم کنی، a bachelor, یک فرد مجرده with a keen interest که علاقه خیلی شدیدی داره، علاقه خیلی زیادی داره in history به تاریخ was impressed by that anecdote که تحت تاثیر قرار میگیره که تحت تاثیر قرار میگیره به وسیله اون anecdote اون حکایت اون داستان سروارتر رالی I'm taught I'm فکر میکنه پیش خود and taught و فکر می‌کنه he might demonstrate که اون می‌تونه نشون بده demonstrate یه نشون اون می‌تونه نشون بده his excellent upbringing in a plural situation می‌تونه اون excellent upbringingش اون تربیت عالی خودش رو چیکار بکنه نشون بده تو اون پارالل سیچویشن تون موقعیت موازی یه موقعیتی که برای خودش داره اتفاق میفته و یه موقعیتی هم که برای سروات رالی اتفاق افتاده میتونه چیکار بکنه از این موقعیت موازی استفاده بکنه و اینا اونم هم همین رو بکنه که اون شخص انجام داده پس برادرم کنی که یه بخش یک مجرده با کین اینترست با علاقه شدیدی که به هیستوری به تاریخ داره واز این تاثیر اون اون داستان و حکایت قرار میگیره و پیش خودش فکر میکنه که هی مایت اون ممکنه دمونستریت یعنی نشان دادن نشون بده هیز اکسلنت اپرینگ اون تربیت عالی خودش رو تو اون پارال سیچویشن تو اون موقعیت موازی Accordingly بر همین اساس و همین اساس منظور این طرز که تو ذهنش اومده بود he decided اون تصمیم گرفت he decided to abandon تصمیم گرفت که abandon کنه رها کنه ترک بکنه he subway seat صندلی متروی خودش اون صندلی که تو مترو نشسته بود رو رها بکنه uh, subway seat in front of a woman standing nearby این این فیور اب یعنی به نفع به نفع اون زنی که سندگ نیر بای بود اون نزدیکی پس تصمیم میگیره که از صندلیش بلند و به نفع اون خانمی که اونجا ایستاده بود اجازه بده که خانم اونجا بشینه also unaccustomed to such a generous treatment زن هرچند هرچند unaccustomed یعنی عادت نداشت unaccustomed یعنی عادت نداشت عادت نداشت اون خانم داره میگه تو ساچ generous treatment به این رفتار سخاوتمندانه عادت نداشت the young من واز پلیزد اون خانم جوان خیلی خوشحال میشه پلیز خوشحال میشه تو اکسپت که بپذیره کنیز کایند اف اون پیشنهاد مهربانانه کنی uh, رو بپذیره However, he jealous, her jealous boyfriend saw and always under his breeze هرچند اون هر جلس یعنی دوست پسر حسودش سور ان یعنی داشت فوش میداد داشت ناسزا میگفت زیر لب زیر لب داشت ناسزا میگفت under his breeze because he thought my brother was flirting with his girlfriend چرا داشت زیر لب به برادر اون فوش میداد چون پیش خودش فکر میکرد که برادرش داره با دوست دخترش مثلا نظر به اون داره و داره با اون مثلا اشبازی میکنه و به خاطر همین زیره بهش فوش میداد I don't have any data من هیچ داده و اطلاعاتی ندارم on the number of young men در مورد تعداد مردان جوانی که who get into similar ترابل که توی همچین مشکل مشابهی افتادن as a result of a gallant gesture در نتیجه یک گلن جستر یک جست یا رفتار جوانمردانه مردانه But it's probably one in a thousand. اما فکر میکنم احتمال میدم که احتمالا یک در هزار این اتفاق بیفته پور کنی بیچاره کنی هی to the now ناو ویکنسی بیچاره کنی حالا داره چیکار میکنه داره نشون میده پوینت نشون نشون میده to now ناو ویکنسی داره اون صندلی خالی رو نشونه اون صندلی خالی که بلند شده بود که این خانم بیا جاش بشینه خب بچه ها دا داستان رو تعریف کردیم به صورت کامل قبول دارم یه لغات سخته ولی ما الان از طریق لیست لغاتی که شما اسلایدشون ببینید تلاش میکنیم داستان رو تعریف کنیم شما هم همین کار میکنید از روی لیست لغات داستان رو سعی میکنید تعریف کردن چندی بار این کار کردن اون رو حفظ میکنید و بعد از این حفظ کردید به راحتی میتونید بیش از چهر تا لغت این داستان رو به خاطر بیارید پس با هم دیگه میریم سراغ لیست لغات و روی لیست لغات داستان رو تعریف میکنیم خب روی لیست لغات داستان رو تعریف میکنیم My brother the gentleman برادرم و اون مرد برادرم the gentleman مرد شریف میگه داستان دوره سروارت رالیه که میاد چیکار میکنه سپرد پهن میکنه کوک شنل خودش رو پهن میکنه روی زمین که جلوگیری بکنه ملکه الیزابت هرچی به سختی بیفته به خاطر کراسینگ عبور کردن از اون مادی پادل از این گودانه و اون میتونه شایسته بکنه اون نوبل من اون مرد شریف رو برای یک اوارد، برای یک پاداشی که به خاطر یک پاداشی به عنوان مردی که تکت خیلی تدبیر و دوراندیشی و اینا داره and good breeding و رفتار خوبی داره یعنی به خاطر اون کاری که انجام میده My brother Kenny برادرم کنی که یک بشری، یک فرد مجردیه و کن اینترست علاقه خیلی زیاد و علاقه خیلی شدیدی به تاریخ داره was impressed تحت تاثیر قرار میگیره تحت تاثیر اون اناکات همین حکایت و داستان سروات سر منظورش قرار میگیره و اون فکر می‌کنه پیش خودش که ممکنه بتونه دیمونستریت بتونه نشون بده هیز excellent ابرینگینگ اون تربیت خانوادگی عالی خودشو بتونه نشون بده تو اون پارالل سیچویشن تو اون موقعیت موازی موقعیتی برای خودش هست و موقعیتی برای سروات عالی رخ داده و چیکار می‌کنه؟ اکوردینگلی در نتیجه یا بر اساس این طرز فکر اون چیکار میکنه تحصیل میگیره که ابندن رها بکنه ترک بکنه سندل... ساب صندلی سندلی متروی خودش رو این of، به نفع یک خانومی که اونجا ایستاده بود نیر اون نزدیکی ایستاده بود also هرچند چند آن اکاستمده عادت نداشتش اون خانومه به چنین generous تریتمنت چنین رفتار استخابتمندانه ای عادت نداشت اون خانم جوان was pleased خیلی خوشحال میشه که accept بپذیره بپذیره اون Kenny's kind offer یعنی پیشنهاد مهربانانی آف... چیزی رو کنی رو بپذیره هاور هرچند her jealous boyfriend دوست پسر حسود او اه... sore and oath. یعنی داشت فوش میداد ناسزا میگفت under his breast زیر لب داشت فوش میداد به خاطر اینکه میشه خودش فکر میکرد که برادر من داره داره با اون اشبازی میکنه اینا و با دوست دخترش و من هیچ این دیتا هیچ دیتا هیچ داده ای ندارم در تعداد افراد جوونی که تو این سیمرال ترابل تو این مشکل مشابه افتادن در نتیجه گلن در نتیجه این جست جوانمردانه یا این رفتار جوانمردانی که انجام میدن اما it's probably اما احتمالا one in thousand یک در هزار پور کنی بیچاره کنی حالا داره چیکار میکنه اون ویکنسی صندلی خودش رو داره نشون میده خب دوستان دیدیم که از روی لیست لغات تونستیم داستان رو تعریف کنیم و بیش از چه لغت رو به همدیگه وصل کنیم کاری که ICS انجام میده همینه به شما کمک میکنه که لغات رو معنیش رو حفظ نکنید بعد که لغات رو بیاین تو دل داستان یاد بگیرید و با یادآوری این داستان لغات زیادی رو به خاطر بیارید شما هر وقت یکی از این لغات رو یک جا ببینید اگه به این داستان مسلط شده باشید قطعا این داستان به خاطرتون میاد مثلا فرض شما اگه یه جا کلمه بنده رو ببینید که خب شاید اولین کلمه کتاب 504 هست به جای اینکه به معنی اون فکر بکنید یاد این میافتید که این برادرش تصمیم گرفته بود که چکار کنه بندن ترک بکنه سابویسی صندلی متروی خودش رو این فیورا به نفع اون خانمی که ایستاده بود نیر بایی قشنگ این لغات خیلی زیاد تو ذهن تو چون داستان تو ذهن شما میاد مفهوم اون لغت هم میتونید شما به یاد بیارید آیستیس اینو، اینجوری با ما کمک میکنه که اینا رو ما راحت یاد بگیم دوره چهار هزار ما رو اگه دیده باشید ما چند جلد از این کتاب رو تمام داستانش رو کار کردیم نمونه زیادیش تو کانال یوتیوب ما هست میتونید به اون رو نگاه بکنید بله این روش به شما کمک میکنه که به راحتی بتونید اینها رو به خاطر بسپرید تصمیم دارم که کل دوره کتاب 504 رو در کانال یوتیوب قرار بدم امیدوارم که کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اگه درس جدیدی رو ما ارائه کردیم بلا فاصله متوجه بشید حتما زنگوله اون رو بزنید تا اگه درس جدیدی ما شما متوجه بشید و به شما اعلان بشه که بیاید و درس رو ببینید خیلی خوشحال میشم اگه نظری دارید برای ما کامنت بکنید نظرات شما ما کمک میکنه که کارهای بهتر و مفیدتری رو انجام بدیم خیلی خوشحالم که با دوره 54 با من همراه هستید تا درس بعدی خدا حالا.